جناب امینی، شب شما خوش. درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما. بفرمایید که درباره این رویدادها ارزیابی شما چیست؟ 25 بهمن یعنی با آمدن مردم به خیابان به صورتی که نه درخواست کنندگان به اعتراض انتظار داشتند و نه حکومتیان انتظار داشتند، و اون واکنش وقیحانه نمایندگان مجلس گواه بر این بود که غافلگیر شدند، به طور کلی کفه ترازو رو به سود جامعه، به سود مردم، به سود معترضین، به سود هواخواهان دموکراسی در ایران سنگین کرد و میتوان گفت که از این زمان شمارش معکوس جمهوری اسلامی آغاز شده و دیگر نمیتوان جلوی این اعتراض ها رو گرفت. این اعتراض ها مانند آمدن مردم به خیابان امروز از نظر شمارش و از نظر نیرویی که به خیابان می آید بیگمان به اندازه اون نیروی چند میلیونی که در روزهای نخستین پس از تقلب انتخاباتی به خیابان ها آمده بودند نخواهد بود. اما این نبرد مرحله‌ای، منطقه‌ای، روز به روز، این زد و خورد همیشه موجود و همیشه در صحنه‌ای که مردم دارند، به نظر من دوران فرسایش حکومت رو آغاز کرده. اگر اون 18 ماه گذشته دوران فرسایش مخالفان جمهوری اسلامی بود، به نظر می آید که این فرسایش 18 ماهه کارساز نبوده و اینک مردم با بازگشت به صحنه‌ای که می دانند هر روز که به صحنه می آیند تعدادی یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند، ضرب و شتم می شوند، و با این وجود باز می گردند، یک دوران شمارش معکوس را آغاز کرد و به نظر من جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست جلوی این واکنش گسترده و پراکنده و در این حال سازمان یافته مردم رو در مخالفت با ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بگیرد. به ویژه اینکه شعارها خیلی روشن شده است، دیگر بحث بر سر انتخابات نیست، بر سر آقای احمدی نژاد نیست. آماج حمله شخص ولی فقیه، ساختار ولایت فقیه و کانون جمهوری اسلامی، چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است و از این منظر باید گفت که جنبش به درجه از بلوغ رسیده، خشمگین‌تر هست و بسیار مصمم‌تر از گذشته برای اینکه این فاجعه رو به پایان برساند. و به نظر من دوران بسیار بسیار حساسی رو ما در ماه‌ها و شاید یکی دو سال آینده و امیدوارم کمتر در پیش روی خودمون داشته باشیم. نکته ای که باید توجه داشت اینه که جمهوری اسلامی تمام فنهای خودش رو، همه شگردهای خودش رو برای خاموش کردن جنبش اعتراضی در 18 ماه گذشته انجام داده، به کار برده و تصور میکرد که موفق شده. واکنش کنونی چیزی جز خشم نیست و حکومتی که تنها با خشم و زور و بدون برنامه بخواهد بر یک جامعه‌ای، بر مردمی که برها به خیابان آمدند چیره بشود، بیگمان شکست خواهد خورد. من فکر نمی کنم زمامداران جمهوری اسلامی این بار برنامه روشنی دارند. این فشاری که بر آقایان موسوی و کروبی در این روزهای گذشته اعمال کردند، این رفتاری که اصلا انجام دادند، اصلا بی نظیر هست در دنیا. من گمان نمی کنم جمهوری اسلامی دیگر بتواند در برابر این جنبش برانگیخته شده مردم ایران ایستادگی بکند یا دست کم اون رو سرکوب بکنه برای به طور کامل. و فکر میکنم ما یک زد و خورد ماندگاری رو در جامعه آغاز کرده ایم که بازنده نهایی اون زمامداران جمهوری اسلامی هستند. این رو هم بیفزایم که شعارهایی که مطرح میشود دیگر شعارهای خیلی روشنی است که متوجه ولی فقیه است، متوجه بیت رهبری است، متوجه نظام است. شوربختا که در این میان کسانی از میان بخشی از جنبش سبز که برا در خارج هم یک ستاد ایجاد کردند میکوشند که شعار مردم رو برگردانند به شعارهای مذهبی، شعار یا حسین می حسین، یا مهدی شیخ مهدی. اینها شعارهای مذهبی است، یعنی حسین و مهدی رو
به عنوان دو سمبل شیعی، حالا درسته که اسم آقای موسوی حسین هست و اسم آقای اسم کوچک آقای کروبی مهدی است، ولی اینها رو به عنوان سمبول های دو شخصیت برجسته شیعی، یکی امام حسین و دیگری امام زمان، مطرح کردن، انزوا برای اونها به وجود خواهد آورد. جوانان ایران به دنبال این نوع شعارها نخواهند رفت. به همین دلیل همین شعارها نگرفته. اونها میگویند مرگ بر دیکتاتور. مشخصا متوجه مسائل اساسی جامعه میشوند. به علاوه یک جنبه بسیار مشخص جنبش کنونی این است که روزهایی که انتخاب شده است اصلا جنبه مذهبی مانند عاشورا، تاسوعا، روز قدس و از این دست ندارد. من فکر کنم واکنش بعدی در روز جهانی رن خواهد بود و اگر جنبش سبز یا جنبش کنونی یا بخشی از این جنبش کنونی که به نام جنبش سبز مشهور شده، اگر بخواهد خودش رو با این جنبش 32 ساله زنان ایران همراه بکنه، باید در روز 8 مارچ همراه اونها بشود و شعار برابری حقوق زن و مرد رو، تساوی حقوق رو مطرح کند در جامعه. گروه های زیادی از پشتیبانان جنبش زنان ایران حتی بران هستند که در این روز در یک زمان معینی به عبارتی کشف حجاب کنند زنان، یعنی حتی روسری ها رو کنار بگذارن و با سرهای بدون روسری در خیابان حاضر بشوند. این دست کم طرحیست یا کوششیست که خیلی ها دارن انجام میدن. به نظر من این جنبش هر روز صورت آشکارتر سکولار دارد به خودش میگیرد و میتوان توان این جنبش رو از جمله در روز 8 مارس، در روز جهانی زن که هیچ ارتباطی با روزهای تاریخی مذهبی در ایران ندارد، تا حدودی محک زد. آیا در این روز اتفاقی میافتد؟ آیا مردم یا بخشی از زنان به خیابان میآیند، اعتراض میکنند در خارج از ایران؟ به نظر من این روزها ادامه خواهد یافت و هر روز یک نمونه هایی از این برخورد رو ما خواهیم دید. البته روزهایی شمار بیشتری از مردم به خیابان میآیند، روزهایی کمتر، ولی دوران فرسایش جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده است. ما در ایران انقلاب داشتیم. انقلاب مشروطه یک گسست تاریخی از دوره گذشته ایران بوده، از دوره ایلیاتی، و به اون پایان داده. و انقلاب 57 که به نظام پادشاهی پایان داد در ایران، یک ساختار بنیادگرای دینی رو در جامعه ایران ایجاد کرد که جنبش کنونی میخواهد به این پایان بدهد، به این حکومتی که برخواسته از یک جنبش اجتماعی است. این کار بسیار دشوارتر است و با این حال بسیار بنیادی تر. یعنی جنبش کنونی ایران تنها موضوع خودکامگی و یک فرد رو مانند مبارک مورد نظر نداره، بلکه وارد گسست از یک ساختار ارزشی در جامعه ایران شده که این کار بسیار دشوارتر، طولانیتر و ماندگارتر هست. این کشورها در آغاز تحول هستند، ما در دوران پایانی تحول هستیم. ما داریم با آخرین سنگرهای مقاومت در مقابل یک جامعه مدرن، یک جامعه آزاد، یک جامعه دموکراتیک رو ویران میکنیم و از این منظر باید گفت که کار ما بسیار دشوارتر است. کشور ایران هم کشور بسیار پیچیده‌تر و بسیار پرفرهنگ و تاریخ‌تر از این کشورهاست از نقطه نظر ارتباط با دنیای امروز و نقطه‌های عزیمتی که ما در همین 120 ساله گذشته داشتیم. بنابراین نه تنها ایران عقب‌تر از این جنبش ها نیست، به نظر من جلوتر از این جنبش هاست، با این تفاوت که ما با حکومتی روبرو هستیم که برآمده از یک انقلاب اجتماعی است و در نتیجه بسیار دشوارتر است واژگون کردن اون. ولی به نظر می آید که در ایران هم این فرایند آغاز شده باشد.